اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. می گفت و می سرو، کوتاه و نرم با لرزش سپیده باران، این سوسن است که می خواند. در شهر روشنایی و آواز، جشن هنر، شیراز جاودانه تاریخ، از پیشگاه حضرت سعدی تا خانقاه حافظ با شعر و با سرود گذر می کرد. گاه غروب اوجی منصوروار، در زند پرشکوه کشکول شعر به دستش میخواند، تا برگ‌های دفتر شعرش در سرزمین آدمخواران شور امید در گذر عاشقان رها سازد. از باغ عاشقانه فرزاد همراه برمکی، گاهی پرویز خائفی یا با شعر شهبری، با چشمای خسته اوجی از راه دو دیدار بید. شیراز دستقیب، مردی که نقد را میفهمید و شعرهای اوجی را عاشق بود. ای کاش یک بار در زیر سرو خانه زیبای می بودید، با برمکی و اوجی فریاد میزدیم پاینده باد عشق، پاینده باد عاطفه و عشق و شعرهای جاری در لحظه خدا. ایرزا نوری‌زاده، دوشنبه 10 می‌ماه 20 اردیبهشت به شما سلام میکنم. آیا من باید هر روز خبر خاموشی یکی از عزیزانمون رو بدم؟ اوجی همه دلم با او بود. باورم میشه اوجی 80 اندی سال عمر داشت. اوجی جوان بود. روزی که باش خداحافظی میکردم میومدم، یه اوجی خیلی جوان بود. این جلوی موهاش یه تیکه سفید شده بود. خیلی قشنگ. ایداد. اوجی هم رفت. عبدالوهاب شهیدی هم در 99 سالگی رفت. آزاده، این انسان نازنین، حالا یه لحظه هم صداش به اشتباه پخش شد، ولی عبدالوهاب نازنین شهیده خیلی زجر کشید. این نازنین رو خیلی آزار دادن، این عصبه هنر رو. کارمند خطاط بوده در اداره امنیت، خطاط تو اصفهان زندانیش کردن، بعد ممنوع الصدا و ممنوع السفر و ممنوع ممنوع ممنوع، یک بار فقط تونست یاد بیرون، ولی خواندن نه. اون کسی که با قصه دلش چه ولوله انداخت، او هم از کنار ما رفت. اما من یه خبر دردناک دیگه دارم که بسیار نگران. بذارید از این نازنین بگم براتون. محمد خاتمی، فرزند مرحوم آیت الله خاتمی، برادر آیت الله محسن خاتمی که یکی از مدرسان بزرگ در مشهد و سالها در کویت بود، نماینده آیت الله شیرازی، محمد یک بار در بیروت توسط حزب الشیطان رو بوده شد. حالا چرا فرزند آیت الله؟ آقا محمد خاتمی مسلمونه، تمام ما رمزون روزش رو میگرد، حتی تو سفرش نماز رو میخوند، زندگیش رو میگرد، اما اسلام ولایتی رو بهش مؤمن نبود. دفعه پیش که بردنش، من یه نشریه توش کار میکردم به نام تقویر، خبر رو اونجا گذاشتم.
و محمد رو حزب الله بعد از مدت تحویل اربابا در جمهوری ولایت فقیه داد. مرحوم آیت الله خاتمی رفت پیش آقای خمینی. عمامش رو زد زمین، گفت اگر یک مو از سر پسرم کم بشه خودم رو تو قم آتیش میزنم. و خیلی تحجیرم جدی بود. محمد هم خیلی دوست داشت، محمد تازه ازدواج کرده بود. آقای خمینی دستور داد آزادش کرد. بعد محمد از ایران اومد بیرون، در دبی زندگی میکرد، گاهی هم به عراق میرفت و میومد. تمام دوستان، حتی شناسنامه صادره در عراق داره، دوستانش اونجا بودن، میرفت میدید، به کار کوچولوی مثلا بیزینسی دستش باشه. و یه بار دیگه تو عراق دزدیدن، تو عراق دزدیدنش و واقعا خدا رحم کرد بهش که خبر دزدیده شدنش در اون لحظه به گوش نخست وزیر عراق رسید و خلاصه به یه صورتی او رو تلفن زدن، دست رو داشتن میبردنش ایران آزاد. و حالا برای سومین بار رفته بود اربیل به دعوت آقای شاهبندر، یعنی که گفته بیا عراق چیزی نیست، هیچ مشکل نداری. من آقای شاهبندر رو خطاب میکنم بهش، شما مرد محترمی هستی، یه خانواده بزرگ دولت مرد بودی، نماینده مجلس بودی، خاتمی رو ما از شما میخوایم، محمد خاتمی ابو وفا رو از شما میخوایم، شما مسئولش هستی. امروز من به دکتر عیاد علاوی زنگ زدم، با خبر رو دادم و به دوستان دیگری که در عراق دارم، محمد خاتمی باید آزاد بشه. آقای خامنه ای خدا شاهد به روح پدر و مادرم، زندگی براتون نخواهم گذاشت اگر محمدی بیگناه رو شما بخواید بلایی سرش بیارید. سه تا بچه، دو تا بچه، زن بیمارش در لندن مشغول معالجه است و شما باید با ناجوانمردی او رو بدوزید. البته نوکراتون میدوزن، میان تحویل میدن، مزدشون رو میگیرن. محمد جان مطمئن باش، تو آدم آزاده و ایران دوست و عاشق وطنه تنها نیستی، همه ما با تو هستیم. و مطمئن باش سید علی آقا از این ماجرا نمیتونه در بره. خیلی کشت، خیلی برد، نیمای زم رو برد به اون وضع فجیع، به قتل رسوند، به اون وضع نوید افکاری رو به اون وضع فجیع به قتل رسوند. و حالا دونه دونه از کی بگم، پروین خانم هنوز برای سهرابش عشق میریزه، ندا همینطور، خواهرش، مادرش، پدرش. و این ناجوانمردی ادامه داره. در آبان ما 2500 نفر رو میکشن، عین خیالشون نیست. و این جهان بی معرفت، بی خیال، آقای بایدن به دنبال این که برن با هم دیگه توافق کنن. شما با رژیم میخوای توافق کنید که اصلا اعتباری نداره حرفش. اسرائیل هم حواسش جمعه، تو سوریه الان دوم کشتیرم زدن. به همین سادگی قضیه، به همین سادگی رو نمیتونم فرار کنم. پایگاه نیروی دریایی در بوشهر بسیار پایگاه مهمیه. اول یه کار بدی که آقای خامنه‌ای کرد، اومد خلیج فارس رو در اختیار سپاه گذاشت که سپاه ادارش کنه و بحر عمان تا تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی. بوشهر هم نیروی دریایی از قدیم پایگاه بزرگی داشت، این پایگاه برقرار بود. دوروبر اونجا هم یه نیستان بزرگ کرد که قرار بر این بود که این نیستان رو هم قصف کنن بدن به سپاه، که در اونجا سپاه هم یه منطقه داشته باشه. پارسال همین موقع بود نیستان رو یا نیزار رو آتش زدن و هزینه خسارت بسیار زیادی به بار اومد. ولی این بار قصه چیز دیگری بود، چون آتش تا نزدیکی های نیروگاه اتمی بوشهر هم رفت و همینطور توی پایگاه دریایی. اینا دارن کشور ما رو به نابودی میکشونن. حواسمون جمع باشه، طرحی که برای ایران ریختن بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. و من واقعا نگرانم از این که این جانورا چه نقشه‌ای برای وطن ما ریختن، چه کار میخوان بکنن. الان که تو اوج ذلت و بدبختی، واقعا آدم وقتی دیگاه میکنه، شورای نگهبان که
حقی نداره بیاد قانون تصویب کنه، میاد مصوبه میده بیرون در مورد شرایط نامزدهای انتخابات. اعتراض میکنم آقا چی کار دارین شما میکنین؟ شما حق ندارین این کارو بکنین، هیچ حق ندارین میکنین، پشتمون به عبای آقا وصل و خلاصه میتونه. بعد آقای روحانی میاد اعتراض میکنه، آقای روحانی میاد و مصوبه شورای نگهبان رو غیر قانونی میخواند. کشور رو ببینید، رئیس جمهورش میگه تو غیر قانونی، اون میگه تو غیر قانونی. بعد این اهانت هایی که به روحانی داره میشه، این مزخرفاتی که حسین بازجو داره در کیهان میشه. آقای روحانی همین الان باید انقدر قدرت داشتی که حالا دارن راجع به مدرک تحصیلی چیز می‌نویسن، همین الان میگفتی ملت بزرگ ایران منو ببخشید، من خطا کردم، من اشتباه کردم، من خیانت کردم، بگید اینو، اعلام بکن آقای روحانی، بگذار یک خدا بیامرزی در آینده برای خود بخرید. اینقدر آدم سرشکسته تو سری خورده، اون ظریفو که میبینم واقعا میگم بدبخت. دو سال دیگه، سه ماه دیگه، پنج ماه دیگه توی وزارت خارجه باشی، چه اتفاقی میفته؟ چه خواهی داشت؟ چه کار میخوای بکنی؟ اسباب تأسفی دیگه. آدم وقتی که نگاه میکنه به این اخبار، به این چیزایی که میشنوه این ور اون ور، خب براش تلخ. اما آقای تاج‌زاده یک نامه دیگری به مقام معظم داد و روز یک شنبه 19 اردیبهشت متن نامش هم در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و سید علی آقا گفت که با توجه به تجربیات 42 ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی، یعنی 42 ساله جمهوری ولایت فقیه، دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کنید. اصولی از قانون اساسی منشأ اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می شود، زمینه سوء استفاده قانون شکران را فراهم می کند. بازنگریش کنید. آقای تاج‌زاده که چندی قبل تو مصاحبهش به سید علی آقا گفت بود باید رهبری محدود باشه، در نامش اشاره میکنه که ولایت فقیه که در قانون اساسی جمهوری لبس مطلقه به آن اضافه شده، همان گونه که در شورای بازنگری سال 68 توسط برخی پیشنهاد شده بود که موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن اون مطرح بود، تاج‌زاده مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور محمد خاتمی، معاون آقای عبدالله نوری، میگه آقا دو سمت رهبر و رئیس جمهور رو قاطی بکنی یا محدودش کنی، زمان بگذاری. در مصاحبهش هم در نامش هم طور میگه که نهادهای تحت نظارت مستقیم حضرت عالی از جمله قوه قضاییه و رادیو تلویزیون حکومتی اینا منحرف شدن، تمام ارگانهایی که زیر نظر حضرت عالی منحرف شدن، ضد ملت شدن. و بعدم دوباره اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد و به عنوان فردی از تبار مشروط خواهان و اصلاحگران وارد کارزار می شود. خب به اعتقاد من حرفشو او زد و سید علی آقا هم کار خودشو خواهد کرد و اونم میاد که جلوی این کارو بگیره. ولی به هر حال تاج‌زاده حرف خودشو زد و به نظر من خیلی هم بجا بود، یعنی حداقل این شهامت رو داشت که صحبتاش رو بگو. نکته دیگری که باز به نظر من خیلی جالب بود، حالا در پی حرفایی که خانم فائزه هاشمی زد که چگونه پدرشو در زمان شاه فقید می بردن و چگونه حالا می بردن، چگونه رفتار با اونا می کردن، یعنی با اونا در واقع پدرشو نبردن، پدرشو به گور بردن، ولی با اونا چه رفتاری داشتن وقتی اومدن بگیرنشون، میگه مادرم در زمان شاه مرتب نفرین می کرد ولی اونا حتی بر نمیگشتن بگن حاج خانم این حرفا چیه میگه. اما حالا زهرا باکری، خواهر سردار شهید باکری، اون حرفای جالبی زد. من دارم دوستانم کلیپشو دارن که این یتیکر رو دارم میخواد پخش کنیم برای شما، اگر کلیپ در دستتونه پخش کنیم.
خب میگن کلیپ رو ندارن، ولی به هر حال خانم باکری در صحبتش اشاره میکنه که رفتاری که اینا داشتن با خانواده ما رفتار انسانی بود. ساواک با ما به طور انسانی رفتار میکرد، اون ساواکی که داستان ها ازش ساختن، داستان ها ساخت. حالا بندم خودم دستگیر شدم میدونم بسیار با من با احترام رفتار کردن، همون سوال جواب رو به دیوار رو پشت به باز شد. ولی خانم باکری میگه اینا وحشیانه با ما برخورد کرد، یه برادر شهید، یه برادر زندان، و داستان رو باز کنه. به هر حال عجب سید علی آقا خدا بیامرزی برای خودت خریدی، عجیبه ها. یه آدمی بیاد به عنوان رهبر و سلطان و امیر مطلقه بشینه بر سریر قدرت و خودشو به این ذلت بندازه، به این ذلت. من واقعا وقتی شنیدم که محمد خاتمی رو تو عراق رو بودن، پیش خودم گفتم آقای خامنه ای از آموزه خجالت نمیکشه؟ کسی که استادش از نظر مرجعیت و دروس فقهی و حوزوی، از پدر مرحوم پدر محمد خجالت نمیکشه؟ این قدرت چیه به سر آدم؟ این قدرت خانون چی میاره که آدم رو هیولا میکنه؟ خود آقای خامنه گواه و خانم همسرشون بهترین خانم خجسته بهترین گواه هستن درباره حرفای خواهر زنده یا شهید باکری که در راه وطنش در جبهه کشته شد. و در واقع او دیده، خانم خامنه دیده یکی دو بار که شوهرش رو بردن یا تبعید کردن، چقدر با احترام، چقدر با احترام. و روی روزهای سخت و تلخ، انتخاباتی که اینا همیشه سعی میکردن یه حال و شوری بهش بدن، به هر حال شلوغکاری میکردن، انقدر بیرنگ و بیرمق هست که اصلا کسی نمیخواد اطلاعی نه. چون معلومه اونهایی که ممکنه در نزد مردم جایگاهی داشته باشن، اینا رد صلاحیت خواهند شد. من مستقیم بهتون میگم آقای دکتر محمود صادقی رو اینا اجازه بهش نخواهند داد در انتخابات شرکت، مطمئن باشید. اینا نمیگذارن آدمهایی که شرافت وجدان دارن، در نزد ملت یه تتم آبروی، حالا نبگم خیلی زیاد آبروی براشون بود، و بدون تردید اینا رو اجازه نمیدن شرکت کنه. کار به جایی رسیده که آقای آذری جهرومی، نوجوانی که اومد و جوه نام و وزارتی گرفت، و خب یه دم اول متهمش میکردن که تمام سانسورا و تمام کارهای پارازیتی و تمام کارهای هک کردن و اینا کار بود. اما حالا ببینید خودش چی میگه. من از کسانی شنیدم که تلگرام به این دلیل فیلتر شد که دسترسی نهادهای امنیتی داخلی بهش ناممکن بود. واتساپ به این خاطر بهش میدان داده شده چون در پشتی داره، حتی برای سیستم امنیتی داخلی. این صحت داره. تلگرام به این دلیل فیلتر شد که یک رسانه بود. واتساپ به این دلیل تا الان فیلتر نشده که اثر رسانه‌ایش منز تلگرام نیست. فشار مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی فشار انحصار طلبان رسانه است. ربطی به دستگاه امنیتی نداره. اینو شفاف بگو. خود آقا میگوید اوضاع مملکت چه خبره. امروز سالگرد اعدام مرحوم الغانیانم بود. فکر کنید یه آدمی که تو رومه ساختمون پلاسکو درست کرد، اومد تو ایران، یه بیزنسمنی بود، به ایران علاقه من بود، یک یهودی ایرانی به معنای واقعیش بود، عامل صهیونی، عامل صهیونی. اینا انقدر از شرافت انسانی دورن، یک بانوی بهایی رو میاره از تلویزیون. خانم شما میدونستید که در حیفا در اسرائیل مرکز شماست؟ خب یعنی شما در واقع تبعی اسرائیلی، نوکر اسرائیل هست. کعبه در مکه هست، پس شما که مسلمان هستی تابع عربستان سعودی و
شهر و پایتخت. البته برای خیلی از اینا کربلا و نجف شهرشونه، شهرشون ایران نیست چون ایرانی نیستن. بنابراین تو همون کربلا و نجف، حالا مکه هم که با سعودی بدن، اونجا هم میخواستن بگیرن که شهر بین‌المللی کنن، سید علی آقا بره اونجا خطبه بخونه. من شاهد بودم روزی که سپاه ریخت مکه رو فتح کنه، سال 1387. صدها عکس خمینی رو بزن روی کعبه بکشن. و این آقایون سپاهیان دلاور که فرمانده‌هاشون تو جبهه چادر سرشون کن قایم می شدن، اینا معلولین جنگ رو روی صندلی شخص دار به دست همسرانشون یا خانواده داده بودن وسط برن، و اینا اون دوروبر ایستاده بودن. تبت یدا ابی لهب شیلو یدا که یا فهد، تبت یدا ابی لهب بریده با دست فهد، میگفتن و میمدن با اون تصویرها که بالاخره بعد داد مردم در اومده، از اون بالا یخ میریختن پایین، خیابونا بند اومده بود، گارد ملی اومد که اون فاجعه منجر شد. ولی اگر سعودی ها نجنبیده بودن، اینا کعبه رو گرفته بودن و تصویر خمینی رو به روی کعبه مینداختن، چون اینه که اعتقادی ندارن. چون اگه فکر کنید به اسلام اعتقادی دارن یا به دین ندارن، اینا همه دکونه. شما فکر میکنید آقای خامنه ای واقعا از صمیم دل نماز میخونه؟ به خدا نه. کسی که از صمیم دل نماز بخونه نیمازم رو نمیکشه، نوید افکاری رو نمیکشه، یعقوب مرنواد رو نمیکشه. این جنایت ها رو به سر مردم و جوان ها نمیاره. اینا هیچ اعتقادی نداره، هیچ اعتقادی نداره. و یادم هست یک روزخانی بود، آدم خوبی بود، ولی بله میمد و خب خیلی هم به لذایز دودی و ببخشید اون دیگه دستم به اون نمیرسه، به هر حال علاقه من بود و مرتب میگفت که بله نمازم میخونم، ولی خب از ترس صابخونه نماز میخونم. بنابراین اینا بودن. آقای خامنه ای چه محرابی براش درست کردن و چه تشکیلاتی و چجوری نماز میخونه و غیره. اما گفت این هزار رکعت نمازم بخونه قبول نیست، دل زم رو شکست، دخترش رو نیمه شبان به عشق انداخت. پروین خانم هنوز برای سهرابش داره عشق میریزه. خانواده ندا همینطور، خانواده 2500 تا آدم که کشتی در آبان ماه. سید علی آقا عجب عاقبتی برای خودت رقم زدی. جالبه تو تاریخ بنویسن سید علی خامنه ای تالی چنگیز خان، تالی هولاکو خان. باور کن گاهی دلم برات میسوزه. اگه پدرت زنده بود الان چی پیش خودش میگفت؟ الان برادرات خجالت میکشن که بگن برادر شما. پسر دایی میشناسمش، دوست منه، خجالت میکشه که بگه خارزاده شماست، خارزاده. و همینطور پسر دایی، یکی پاریس یکی بلژیک. افسوس، انسان چطور در برابر قدرت خانم همه چیشو واگذار میکنه، برای فکر کنه یک شب حکومت دنیا دستش. اما تاریخ در برابر چه خواهد نوشت؟ چون روی زشت زشت نماید در آینه، مرد حکیم خورده نگیرد بر آینه. نقش تو در زمانه بماند چنان که هست، تاریخ حکم آینه دارد عراق. در حال اینا رو که من میگم، اینا همه تجربه هاییست که داشتم و دیدم بر سر آدم ها چی میاد تا پایان جهان. مصدق مصدق تا پایان جهان، قوام سلطنه قوام سلطنه تا پایان جهان. یدالله خان عزودی یدالله خان عزودی، خلعتبری خلعتبری تا پایان جهان. نادر جهانبانی، چقدر این نوشته دکتر صدرالدین الهی عزیزم در مجله نازنین فردوسی امروز چقدر
اندوه برانگیز و زیباست. حکایت پدر و پسر، حکایت سپهبد جهانبانی بزرگ و فرزندش که این رژیم جهل و جور و فساد به ناجوانمردی تمام اعدامش. چرا؟ چرا باید نادر جهانبانی اعدام بشه؟ چرا باید ربیعی اعدام بشه؟ این همه نظامیان برجسته، امینی افشارها چرا باید برجسته بشه؟ حجت چرا باید اینا چرا؟ حجت کاشانی من کسی کشته بود؟ فرمانده پادگان ما بود و بعدم مسابقات آسیایی رو برگزار کرد با اون عظمت و شکوه. اینا رو شما کشتی. در رابطه با صحبت‌های نچندان مهم، از روز اول گفتم نچندان مهم، بین ایران و عربستان، چون عربستان به اینا اعتماد نداره. گفتگوهایی هم که تو بغداد کردن بیشتر در حاشیه مسائل امنیتی بود و هم دلیلم آدم های امنیتی با هم صحبت کردن. گفتن که آقا ما چندان اعتمادی به ایران نداریم، آزمودیم اینها رو و دوباره آزمودن خطاست. هیچ وقت یادم نمیده وقتی آقای خاتمی روی کار آمد، به دفعات اینو گفتم براتون، وقتی خاتمی به سعودی رفت، پادشاهی که 2 سال بود روی صندلی چرخدار، هیچ جا نمیرفت. به استقبال خاتمی رفت فرودگاه، به استقبال خاتمی و او رو برادر خوند و در آغوش کشید. و چه پذیرایی از خاتمی و نخت و وزیر باهاش بودن و مسئولان بلندپایی. همه جای سعودی شده بود نمایشگاه های ایران، رستوران های ایرانی، چلو کباب جهان در جده، چلو کباب پارس، چلو کباب خیام، رستوران فلان. اصلا سعودی شده به ایران و سالی 500 هزار سعودی هم به ایران می اومدن. به کلی چه پولی می آوردن؟ در مشهد هتل ساخته بودن 5 ستاره خود سعودی ها. و اینا الان چه کار کردن؟ تمام اون بیزینس رو نابود کردن. جاش چیکار کردن؟ برای پاکستانی ها روسبی خانه درست کرد به اسم متعه. خیلی تلخنی وطن ما رو تبدیل بکنن به تایلند گداها، چون خب تایلند که کس میره باید پول داشته باشه، خرج زیاد. ولی اینا میان تو مشهد، آقای علم الهدا که مقام منیع دلالی محبت رو هم به مقامات خود افسودن، براشون تمام مسائل رو تدارک دیده، عیش و نوش و خوشی و عیاشی و یه زاویه ای از بهشت رو هم براشون آورده. پوری و غلمان هم همه جا هست. این کشوری است که شما ساخت، لعنت بر شما. اون کرونا که هر روز ما داریم این درد رو بیشتر و بیشتر حس میکنیم، نگران خانواده هامون هست. اتیاری درنگ کوتاهی بکنیم، دلم میخواد صدای شهیدی رو بشنم و بشنم. روان این بزرگ شاه و روان منصور جان اوجی. چقدر دلم گرفتم برای اوجی، برای شهیدی، با این آرزو که محمد خاتمی حتی روز تلفن برده مثل دفعه پیش آمدم بیرون رها کردم. سید علی آقا محمد خاتمی رو آزار ندید. خب بریم باز برگردیم بر سر مسئله ریاست جمهوری. هیچگاه در طول تاریخ جمهوری ولایت فقیه، حتی دوره که سید علی آقای خامنه‌ای اومد به جای دکتر چمران نامزد شد، دکتر چمران رو کشتن دیگه طبق برنامه که ریخته بودن. خمینی گفت چمران برگرد، روز خداحافظی زدن و کشتن. حالا الان چیزی دیگه نداریم، فاصله نداریم تو انتخابات، اینقدر بیرونق و اینقدر مردم اطلاعی ندارن. میبینم این کلیپایی که گاهی همکارای من پومن برام میاره، اینا رو نگاه میکنم میبینم که مردم چه نظری دارن نسبت به انتخابات. اما حالا این آدمایی که سر زیج نشستن و دارن دنبال ستاره خودشون تو آسمان میگردن،
محمود احمد نژاد که خب بهش رد صلاحیت در بست. علی لاریجانی تایید صلاحیتش میکنه، ولی بستگی داره این اقبال او تا چه کجایی داره. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای هنوز از ظریف دل نکند، فکر میکنه در یک بزنگاه ظریف میتونه نجاتش بده و انتخابات هم نجات به زمین میگه. خیالش جمعه که ظریف دنبال ولایت نیست و میتونه با آقا مشتبه کنار بیان با هم، خیلی تفاوت سنی نداره. بعد میه با آقای سردار سعید محمد، میگه آقا من با درجه سلشکره خدمت میکردم، تو درجه سرگردی هم زور بد بدن. مردانی بودن واقعا، من به یاد میارم مثلا مثل امین افشار، اینا به علت یک اشکالی که گرفتن درجهش رو ازش گرفتن یه روز برای مدت کوتاهی. اومد سر صبحگاه و ما گفتیم سپاس تیم سر، گفت نه سرکار، درجه ارزش داشت، اعتبار داشت درجه، مثل حالا نبود. حالا این آقا میگه من جای سلشکری باید میشستم، تجربه دارم، فلان دارم. آقای سعید محمد از 1000 ایرانی بپرسید 990 تاشون نمیدونی آقا کیه، ضمن اینکه در خاتم الانبیا هم دوزیده. آقای سردار حسین دهقان، ایشون وزیر دفاع دولت 11، حالا در مورد دهقان کسی راجع به دزدیش حرف نزده، اطلاعی چیزی هم در زمینه دزدیش نیامده بیرون، ولی آیا آقای حسین دهقان این جربزه و قدرت رو داره که تو این شرایط ریاست جمهوری رو عهده‌دار بشه و کاری بتونه بکنه؟ نه. آقای سبزوار رضایی، آقا دست وردار، تو رو نمیذارن، تو رأی بالایی نمیاری، یل کن دیگه، قربه برن، دنبال چی هستی؟ بس دیگه. دبیر مجمع تشریح مصلحت هم هست، خدا بده برکت اون خونه هم که درست کردی و یه خود بشین به گذشته ها فکر کن. دکتر سورنا ستاری به عنوان یک دانشمند عالم آدم درستیه، ولی پس برای ریاست جمهوری او ساخته نشد. پدر او بهبود منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی بود و کشتنش، خیلی ساده کشتن. به هر حال اونم به نظر من بختی نداره دیگه. این کسایی مثل علی نیکزاد و اینا ول مطلع محسن هاشمی دیگه نمیذارن بیاد. بعد آقای پرویز فتاح باز یار تودلی پنجم ششم آقای خامنه ای، باز اونم بخت زیادی برای اینکه حرفی بزنه نداره. محسن هاشمی هم همینطور، برای چی میاد محسن هاشمی؟ وقتی در گوشش گفتن آقا برای انجمن شهرم نامزد نشو چون رد صلاحیت میشی، نشو اصلا نامزد نشو به اتفاق یکی از دوستانش، برای در اندیشه چی هستیشو؟ آقای امیر حسین قاضی زاده هاشو، آقا ول کن، وزارت بالاترین شغل بود. هم تو آقای مسعود پزشکیان امیدوار به چی هست؟ حاج عزت زرقامی امیدوار به چیه؟ به چیه تو رأی بدن که رفتی عکس گرفتی که نشون بده ما بچه بودیم از این دوربینا ایلمونا داشتیم اینجوری میگرفتم، علی تاج بخش هم دستش اینجوری میکرد، من علی رو تو دستم تو دست اینجوری میگرفت. حالا این رفته بود که مثلا آمریکا کنار مجسمه آزادی دستش اینجوری گرفته بود که مجسمه تو دستش بیفته، منتها چون درست نگرفته بود این دست کج بود مجسمه اومد. حالا شما به چه دلیل میخواد ایشون بیان این وقتی ساده ترین امر رو ایشون نمیدونه و عداشو در میاره؟ آقای محمد باقر نوبخت آدم نسبتاً خوشنامی بوده، ولی برای چی؟ به عبدالناصر همتی، محمد مخبر، اینا واقعا ول مطلن. اون آدمایی که به هر حال در وسط معرکه خواهد، مثلا غلام حسین الهام میخواد نامزد بشه یا سید مصطفی میرسلیم، دیدن اینا کفاره داره، چجوری میخواد ایشون بیاد؟ یا قرضی 80 سال عمرش، میخواد بیاد چی بیاد؟ اون دفعه اومد بیاد جوک شده بود، این دفعه هم جوک. سعید جلیلی هنوز بختکی نزد سید علی وقاد دار مثل زد. آقای علی طیب نیا آدم با شرفی که در وزارت داراییش در کابینه اول روحانی
حاضر نشد بودجه حوزه رو ببره بالا. قرص و محکم ایستاد و بعدم رفت کنار. طیب نیا از نظر اعتبار و منزلت و اسم ممکنه آدم خوشنامی باشه، اعتبار داشته باشه، همطور آقای محمود صادقی، دکتر صادقی، ولی اینا رئیس جمهور نخواهد شد. رئیس جمهور آقا سیدعلی آقا 4-5 نفر رو گذاشته که از بین اونا بیاره. مثلا محمد رضا خاتمی میگه میخواد نامزد بشه، عجب. یا علیرضا زاکانی یا مهرداد برزپاش. آقای محمد جواد آذری جهرومی هم همینطور تفلکی این حرفای خوشم میزنه که مردم خوششون بیاد. میمونه دو تا دیگه، سید ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف. یه طرف از اهل بیت آقای خامنه ای هم آقای علی باقر، برادر داماد ایشون، پسر برادر مهدوی کنی، آقای باقر، پسر باقری کنی که من بارها حکایت ایشون رو براتون باز کردم. خب یه همچی شرایطی رو درست کردن، طرفدارای هر کدومشون هم رفت دادن کلیپ درست میکنن. حالا ظاهرا چون خیلی خرط و خره و هیچ هم روشن نیست، بودجه هم آنچنان ندارن که بیان خرج بکنن. حالا بید اول آقای سعید محمد رو ببینیم چه میگوید و کلیپی که طرفداراش درست کردن. لابیگری، بله، در مورد حجاب و بی‌حجاب. ملاحظه کنید. نسل جدید، اینی که مقام معظم رهبری ازش به نام علاج مشکلات کشور نام بردن، این چه اتفاقی میفته و مصادیق چی هستن؟ کمک کنید. منتها حقیقت زمان گذشت و دیدیم مصداقی ایجاد نشد. سعی کردیم یک ظرفیت سازی بکنیم، اون هم دیگه پسندش با مردم هستش، ولی این ظرفیت رو ما سعی کردیم ایجاد بکنیم. در یک دوره کوتاه هم الحمدلله خداوند لطف کرد و اقبال خوب ایجاد شده. حالا عزیزان همه دستن در کار هستن، مطالعه دارن، نمود دارن، ظرفیت خوب ایجاد شده. این ظرفیت در خدمت مردم هست. اگر بتوانیم به گونه ای مطالبمون رو مطرح بکنیم که مردم این اعتماد رو بکنن و رأی بدن، قطعا با شرایطی که ابتدای عرایض هم خدمتون توضیح دادن، با اون مانیفست انشاءالله وارد عرصه خواهیم شد و سعی میکنیم که گره ها رو یک به یک باز کنیم با کمک مردم و خصوصا با کمک جوان‌تر. ایرانیان ایران پرست، من مریم هستم از تهران، از ساغر. برای اقتدار ملی و گشایش اقتصادی، اقتدار کشورم و گشایش اقتصادی، به اقتدار و گشایش اقتصادی کشورم، سعی من آقای دکتر سعید محمد، به نام دکتر سعید محمد هست، دکتر سعید محمد. بله، مثل اینکه این دفعه دیگه خانم مجلسی و دختراشون از نقاط مختلف کشور کاملا خودجوش و بدون هماهنگی قبلی حجاب ها دریدند و بزک توزک کردن تا به سرتیپ سپاه رأی بدن و به صورت کاملا اتفاقی هدف همشون هم از این انتخاب زیرکانه گشایش اقتصادیه. تو کشوری که 60% اقتصادش تو دست سپاهه، گشایش اقتصادیش قراره به دست فرماندهی اخراجی قرارگاه خاتم الانبیا بیفته که به دلیل تخلف کنار گذاشته شده. امیدوارم همین ایران پرستان تو روز رای دادنشون یادشون نره که تو کشوری هستن که حتی اجازه حضور پای صندوق ها رو هم با این پوشش ندارن. این دفعه دیگه رای خیلی جالبه ها، خیلی جالب. یعنی شما از اون وقت آقای مطهری میاد حجاب، از اون ور آقای سعید محمد که از ارادتمندان مقام معظم هم از سرگاهی هم پشت سرشون نماز میخونن، مبلغانشون رو ملاحظه بفرمایید. آقای روحانی هم یادتون از همین زیاد داشت تو دستگاهه، بعضیشون پرستو بودن، به حالا شهردار تهران هم میگه پرستوها رو سراغم فرستادن. کی فرستاد؟ حسین بازجو، شریعت مداری، خدا میدونه، خدا میدونه. بری سریالشون رو نگاه کنی. باری آقای خامنه ای هم خیلی روی حجاب اصرار داره، ولی عجیبه، آدم روز راهپیمایی روز قدس میبینه اینا حرمت مقام معظم هم رعایت نکردن، میگید نه نگاه. مردم ما فردای جمعه روز قدس رو هم به یاد ملت فلسطین و عزیزان ما که 70 و چند سال هست از خانه و کاشانه خود آواره شدند، در بیابانها، در کشورهای مختلف، در مخیمها
و در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند و متاسفانه جامعه جهانی به اینها توجه نداره و غاصبان همچنان به غصب خودشون ادامه میدن. ملت بزرگ ایران و امام بزرگوار ما جمعه آخر ماه رمضان رو به عنوان روز قدس یادآوری از حقوق ملت فلسطین و همچنین بازپسگیری قدس عزیز به دست مسلمانان قهرمان مورد توجه همه ما بوده و همه مسلمانان انشاءالله مردم فلسطین در این جهادشون به پیروزی خواهند رسید و مسلمانها هم با آرزوی دیرینشون. ما هم روز قدس فردا را پاس می‌داریم، البته شرایط پروتکل به گونه ای است که راهپیمایی نداریم، اما همه برای آزادی قدس دعا می‌کنیم. رعایت کردن برای کرونا، عجب رعایتی، عجب. بعد نادانان پرچم اسرائیل، این ستاره داوود یکی از مقدس‌ترین علائم در مذهب یهود هست، در تورات هست، در تلمود، و شما میاد اینو آتش میزنی، آتش میزنی. فلسطینی ها این کار نمی کنن. بعد آقای روحانی و به دست مسلمانان بیت المقدس، بیت المقدس شهر مسیحیان هم هست، کلیسای قیامت در اونجا همونقدر ارزش و اعتبار نزد مسیحیان داره که بیت المقدس و مسجد عمر نزد مسلمانان. ای کاش ذره شما شعور داشت که با این کارتون کینه میکارید، تخم کینه میبذر، کینه میریزید و عاقبتش چی میشه؟ دودمانتون رو به باد میدید. بکنید باشه. هیتلر هم از این کارا میکرد، شما هم دارید جاپای اون میذارید. زمانه اجازه نمیده، ولی من مطمئنم شما هم قتل عام یهودیان رو مباح میدونستید. وقتی شما به دست این یمنیای نادان که هزاران سال با یهودیا با هم زندگی کردن پرچم میدید دستش، شعار میدید که لعنت بر یهود، یعنی شما فاشیستید، ضد یهودی هستید، نه ضد اسرائیل. شما فاشیستید، هر جا لازم بوده رفتید دست راست کردید از اسرائیل اسلحه گرفتید، بنابراین با اسرائیل مسئله ندارید. همه جا هم بر علیه ملت فلسطین کار کردید. حالا این کلیپ هم در مورد آقای خامنه ای ببینیم، ولی امر مسلمان رو من میخواستم همکارانم اون رو اول پخش کنم، ولی اول روحانی رو پخش کردم. حالا اینو ببینید، شما ببینید جلوی آقای خامنه ای چقدر حجاب رو رعایت میکنه. نگفته پیداست که با توجه به حجم نارضایتی های داخل کشور، پیچیدن نسخه همه پرسی بر اساس دموکراسی غربی چقدر میتواند باعث خشم مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی باشد. چه کسانی که به دلیل سیاست های نظام مجبور به ترک وطن شده اند که تعدادشان چندین برابر فلسطینی های آواره است، و چه کسانی که به امید بهبود در کشور مانده اند اما روز به روز ناامیدتر می شوند. تازه ترین سیلی نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن بر چهره این امیدواران حذف کامل رقبای انتخاباتی با تیغ شورای نگهبان است، و طنز تلخ ماجرا آنجاست که سید علی خامنه ای در مورد اختلاف اعراب و اسرائیل از مطالبه‌ای به نام رفراندوم طبق دموکراسی رایج غربی سخن می گوید. سیاست یک بام و دو هوایی که امسال به طرز بی‌سابقه‌ای در یک شکل دیگر هم نمود پیدا کرد و آن ویدیو کلیپی بود که صدا و سیما پس از این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی پخش کرد.
این ویدیو کلیپ با هدف ترسیم چهره سید علی خامنه ای به عنوان رهبر مسلمانان به خصوص اعراب هلال شیعی یا محور مقاومت ساخته شده است. اما نکته عجیب حضور زنان بیهجاب در این ویدیو است که دست بر سینه گذاشته به روش ولایی به سید علی خامنه ای احترام می گذارند. روشی که برای ایرانی ها آشناست و بسیاری آن را در هنگام حضور در مقبره های امامان شیعه انجام می دهند. اما حضور زنان بیهجاب در مقبره این امامان به هیچ وجه تحمل نمی شود. سازندگان این کلیپ برای تبلیغ چهره مورد نظر از سید علی خامنه ای چشم خود را بر حجاب اسلامی که به خاطر آن زنان را در ایران زندانی می کنند بستند. همچنین بر ساز در دست دخترکان. ایهاب جواد یک روشن فکر آزادی عراقی شیعه و از اهالی کربلا. نوکران مقام معظم او را کشتند به خاطر اینکه مواضعی ضد جمهوری ولایت فقیه داشت و خیلی آزادانه در مصاحبه‌ای که بود، اون هم مثل شماری دیگری از نویسندگان عراقی، از آدم‌های مثل آقای هاشمی عزیز که کشتنش و نمونه‌های دیگر، آزاده بود، شجاعت داشت و اون رو کشتن. کشتن اون چنان کربلایی‌ها رو به جوش آورد که ریختن به جاسوسخانه ولایت فقیه. اینا به سفارت آمریکا میگفتن وکر و تجسس. حالا دیروز همه جا روی دیوار کنسولگری ایران وکر و تجسس، لانه جاسوسی. آتش زدن و این شعله های آتش نشان میداد که سرنوشت سید علی آقا و رژیمش در عراق حداقل چه خواهد بود. آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر قدرتمند عراق دستور داد که جنایتکاران به این عمل دست دادن بلافاصله دستگیر بشن. تهدید کرد، گفت روزگاری ما به هشت شعبی نیاز داشتیم که با داعش می جنگیدیم، الان ما احتیاج بهشون نداریم، باید مدنی بشن، باید برگردن به شغلها و وظایفی که داشتن. به هر حال تصاویر کربلا را اگه داریم بسید که ببینیم که چه کردن با اقول لك انت وين رايح؟ لا لا هنا هنا خلينا نطلع هنا. اینا آشوبگرانن، اما اون موتورایی که میرفت سفارت سعودی رو آتش میزد اون آشوبگر نیستن. ذوب شده در ولایت جاودانه سید علی آقا. نه، ولی اینا مردم کربلا، مردمی که ایرانی رو با آغوش باز بغل میکردن، حرمت میگذاشتن، ولی امروز متنفرن از اون ایرانیایی که اونجا نوکری ولایت رو میکنن و عراقیایی که در خدمت شد. و متاسفانه وقتی من تموم شد، روان ایهاب جواد هم شاد باد، محمد خاتمی، ابو وفا، منتظرم که تلفن رو برداری و زنگ بزنی. همه ما نگران تو هستیم، همسرت، فرزندان، همسر بیماره. آیت الله محسن خاتمی، کاری کن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای رنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، امیدوارم خبر خوب محمد رو بیارم که آزاد شده، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.